با درست نه دوستان گرامی لکسیون 377 تایل ب پنج تا تست دیگه داده بودیم در درس قبل که اینجا جواباشو با توضیحات بیشتر میدیم تایل آ تست تایل ب جوابه ich kenne alle diese ja diesen Leute بچه alle معمولا میتونیم اش هم نذاریم diese Leute پس اگر اشو نذاریم اینجا میگیم دیز لایت درسته این آدم ها مثلا میتونم بگم diese این مشکلات بنابراین ببینید که ا ای داره اینجا بعضی این مواقع میشه اینجا آل گذاشت آل دیز پروبلمه آل دیزه لایت این آل حالا میتونیم ا هم بذاریم آل دیزه لایت آل دیزه پروبلم پس آل با آل اینجا هیچ فرق زیادی نداره میشه هر دو رو به کار برد تو انگلیسی هم آل از انگلیسی میاد که این آل داره به هر حال این میتونه بدون ا باشه یا با ا باشه ولی اینجا مثلا اگر این نباشه یا این بدون ای باشه دیزه داریم میبینید پس دیزه درست مثلا آل دیزه پروبلیم زند لزبا لزبا یعنی یعنی تو لزن یعنی قابل حل هستن قابل حل شدن هستن آل دیزه پروبلیم زند لزبا یه حالت از حالت مجهول بچه ها لزبا ساین مثلا میتونم بگم من کن من کن آل دیز پروبلم یا آل دیز پروبلم لزن این حالت حالت معلومه یعنی آدم میتونه میبینی که حالت فائل داره که به صورت کننده کار داره من کان آل دیز پروبلم لزن ون مثلا حالا یه چیزی اگر یه چیزی اتفاق بیفته پس این یه حالت بود با بار میگم آل دیز پروبلم این لوز بار قابل حلن اینو قابل معنی کنید all these problems can be solved با بگم و به زافی انفینیتیف من کن all لزن اینی حالت من میتونم بگم all these problems میتونن حل بشن یه حالت از گفتن این اینه دومه حالت all these problems قابل حل هستن داریم مجهوله یکم بررسی میکنیم میتونیم بگیم من کان علی دیزی پروبلم لوزن این حالت معلومه حالت سوم و علی دیزی پروبلم کنن گلوزت وردن میتونن حل بشن یه حالت دیگه هم با لاسن بعضی مواقع لاسن هم میشه گفت بسته که داره کدومش قشنگتر باشه و کدومش زیباتر باشه توی اون متنی که میخواین استفاده کنید و بستگی به فعلتون داره که کدوم از اینا رو استفاده کنیم بعضی مواقع همش میشه استفاده کرد بعضی مواقع مثلا یکیشو بهتر استفاده نکنیم دیگه اونو دستتون میاد با لسن هم میشه گفت آل دیزه پروبلمه لسن زیش لوزن زیش لسن میذارن خودشون خودشونو حل کنن یعنی آل دیزه پروبلمه قابل حلن مثل همون پس با لسن زیش هست مثلا اگه من بگم با دغین بگم یعنی چرخیدن بخوام بگم این صندلی قابل چرخش هست یعنی میچرخه میتونیم به این اونور روش بشینی میچرخونیم استقه من باحال حالا با بار گفتم اینو در واقع معنی من کن دن شتول آدم میتونه شتول را من کان دن شتول دغین این حالت معلومه چرا چون میبینید اینجا مفعول داریم تو جمله مجهول مفعولمون میشه فاعلمون میبینید اینجا من داریم خب یه حالت مجهول اینه یکش دو و سه و چارش شما بنویسید دو سه چار. برای بعد تمرین بعدن. به این معنی که این با تسو میگید. اینجا با درشتول کن میتونه چرخیده بشه. و اینجا با لاسنزیش بگیم درشتول مثلا میذاره. مثلا یه دونه از لست میگید. لستزیش. اینجا برای تمرینتون آخر درس بنویسید سوال هفت دست لیکت ان مثلا بعد از آن لیگن آن یعنی مشکل تویی مقصر تویی به خاطر تو هست که اینجوریه دست لیکت دی دست لیکت نیشت میه دست لیکت ان تقصیر من نیست تقصیر توی پس لیگن آن پلوس داتی مثلا چرا نمیتونم پرینت کنم ممکنه یه یعنی نفر بگه دست ام دوکا مشکل دوکا هست مشکل پرینتر هست آن دیم آم ممکن از بخوام از داغان استفاده استفاده کنم چرا نمیتونم پریت کنم دست داغان یا اس لیک داغان داس یه چیزی داس در دروکن ایش فنکسونیرد خب پس بعد از آن اینجا داتیف میاد که این هم باید دونست دیگه بچه ها داتیف یا آکوزاتیف باید بدونیم داس اس دست واس ایش هین وایزن ولته یا دست ایس دست اینجور حالت ها باید بدونید فعل دوم حرف اضافه داره یا نه من فعلم هم هست هینوائزن هینوائزن اوف هینوائزن اوف معنیه اشاره کردن به گفتن یه چیزی هست میخوای اشاره کنی مثلا به یه چیزی اگر وسط جمله با دست بیاد اگر این فعلی که اینجاست حرف اضافه نداشته باشه واس میاریم مثلا من میگم داس است داس واس ایش لیبه اون چیزی که دوست دارم پس فعلا اینجا لیبه هست درسته اینجا لیبه اتواس لیبن لیبن اتواس لیبن دیگه اوف و اینا نداره دیگه درسته یه چیزی را دوست داشتن که این اتواس آکوزاتیو هست پس اینجا وسط جمله با داس واس میگی میبینی؟ حالا اگر این ف... هن... اوف داشت اگر دست وقاف میگیم دست ایست دست و ایش هین وایزن پس این واسه تبدیل میشه این ویش میمونه میبینید تبدیل میشه به وقاف میبینید چون فعل جمله دوم هم حرف اضافه داره راجع به دقاف و وقاف و فرق دقاف و وقاف رو هم باید بدونید بچه ها اینها درس هایی هستن که میتونید دنبال کنید 334 هست درس اصلیش فکر کنم خب ایک وونه این در برلینه این بخواید بگیم اینجا اگر شماره تختمون خیابون گفته باشن اینجا این در میگید ایک وونه این در برلین دیگه برلین بچه اینجا صفت نیست که من برلینن کنم اینجا دیگه به عنوان اسمش خاصه هست به عنوان اسم اون خیابون هست پس میشه ich این در برلینر با اینکه اینجا در داریم اینجا باز در برلینا این برلینا تغییر نمیکنه این در برلین خاص این میشه برلین هم بهش بزرگه دیگه چون گفتیم یه اسم دیگه er میش mich سو zu helfen از من خواهش کرد از من درخواست کرد بتن بچه ها داریم ما بیتن داریم مثلا ایک بیت دیش ازت خواهش میکنم ایک بیت دیش خواهش میکنم خب. این گذشتهش میشه گبیتن حت میشه گیبیتن گیبیتن این میشه هد میشه گبیتن ایم سوال پس این میگه بیتن در حالت صفت مفعولی که بخوام بسازم این ایش میشه ای این تی یه دونش هست میشه گبیتن هد میشه گبیتن ایم سوال gebeten این zu helfen. Angerufe der گذشته بخوام بگم er bat mich. ازم خواهش کرد. er bat mich ihm zu helfen. Pas hat mich خب اینم از این درس امیدوارم مورد توجه قرار گرفته باشه. اینم تمرینتون هست. مجموعه تمرینی کرده باشید. اگر برید تو farsalmoneyfarsi.com/german فارس... اگر برید اونجا ما کاتگوری داریم بچه ها آلمانی به فارسی.com/german تو کاتگوری اگر نگاه کنید اگر موبایل میبینید بیاید زیر صفحه کاتگوری زیر صفحه است اگر با کامپیوتر رو اینا میبینید سمت راست صفحه میبینید کاتگوری رو بخش مجهول پسیو زد را بزنید مثلا کل درس های پسیو میاد پسیو زد سر. یا کاتگوری های دیگه کنیوکتیو بخواید ببینید ببینید کنیوکتیو یک رو بخواید ببینید دو رو بخواید ببینید بخواید راجع به آرتیکلا بدونید بخواید راجبه به وقاف و دقاف و اینا بدونید اونجا میتونید راحت پیدا کنید درساشو همه رو بخونید کلی مطلب هست خب اینم از این درس هم میدارم قرار گیرید توش اینها تستایی هستن که بر از توی تلگرام میذارم بچه ها جواب میدن و من بعد به ترتیب میام 5 تا 5 تا اینجا میذارم و ازشون درس درست میکنم که یه مقدار هم اونجا اگه کار کرده باشه هم اینجا ببینید اینجا میفته بچه ها چندین بار دیده بشه این خیلی مهمه یک کانال جدید هم هست چرا و چگونه میتونید دنبال کنید اونجا هم ویدیوهایی هستن که دوستان اپلود میکنم منم هر از گاهی قرار اونجا یه سری ویدیوها رو خودم بذارم براشون یه رو هم من انجام خواهم در آینده خب امیدوارم که این درس هم مورد توجه قرار گرفته باشه آخر هفته خوبی داشته باشید چوس